اولین روز آبان ماه برابر با 23 اکتبر سال 1251 خورشیدی برابر با 1872 میلادی، در گذشت تئوفیل گوتیه، نویسنده و شاعر فرانسوی که در شهر تارب در فرانسه به دنیا آمد و در 3 سالگی به همراه خانوادهش به پاریس مهاجرت کرد. وی در ابتدا به نقاشی علاقه‌مند بود ولی پس از چندی به شاعری روی آورد. گوتیه نخستین اثر خود را در 19 سالگی منتشر کرد و از 29 سالگی به ایتالیا، الجزایر و خاور نزدیک مسافرت کرد. او مدتی هم به روزنامه نگاری پرداخت و درباره ادبیات و نقاشی، پاورقی های بیشمار و نقد های هنری فراوانی منتشر کرد. گوتیه طی سالهای بعد کتاب ها و سفرنامه های متعددی به رشته نگارش درآورد و به شهرت نسبی رسید. گوتیه را شاعر آب و رنگ نامیدند، زیرا اشعار او همه کار یک نقاش هنرمند است. او علاوه بر اینکه شعر می سرود، رمان نویس و باستانشناس و منتقد هنری و کارشناس تئاتر هم بود. گوتیه در میان ادبا و هنرمندان عصر بزرگترین طرفدار عقیده هنر برای هنر بود و معتقد بود که هنرمند جز هنر خود به هیچ اصل اجتماعی و اخلاقی نباید کار داشته باشد. سال 1328 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، تشکیل جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق. در این روز 19 تن از رجال سیاسی از جمله دکتر محمد مصدق به نشان اعتراض به انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی به دربار رفته و در آنجا متحسن شدند. همان افراد در روز اول آبان در منزل دکتر مصدق گرد آمده و جبهه ملی ایران را به رهبری وی تشکیل دادند. در نتیجه تلاش‌های این جبهه، انتخابات تهران و هومه باطل اعلام شد. از آنجا که جبهه ملی یک حزب نبود، رهبران گروه‌ها و احزاب مختلف در آن عضویت یافتند. از این رو این جبهه از گرایش‌ها و افراد مختلف با عقاید متفاوت و حتی متعارض تشکیل شده بود. وقتی که جبهه ملی به مجلس راه یافت، کوشید از رقابت آمریکا و انگلیس به نفع ایران استفاده کند. مهمترین کاری که در آن مقطع به پیشگامی جبهه صورت گرفت، ملی شدن صنعت نفت ایران و خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این جبهه پس از 30 تیر 1331 دچار اختلاف درونی شد و گروهی از اعضای آن به ویژه بخشی از جناح مذهبیش از دکتر مصدق فاصله گرفتند. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، در گذشت پل مولر، شیمیدان سوئیسی و کاشف ددته که به واسطه پدرش که شیمیدان بود به شیمی علاقمند شد و در رشته شیمی ادامه تحصیل داد و در این حوزه به مدارج بالایی دست یافت. مولر سپس به خدمت یک مؤسسه بزرگ رنگسازی درآمد و برنامه تحقیقاتی وسیع را آغاز کرد که هدف آن تهیه ترکیبی بود که بتواند حشرات موذی را سریعا نابود کند، اما بر روی گیاهان و پستانداران تأثیر سمی نداشته باشد و در این حال ارزان و پایدار بوده، دارای بوی نامطبوع هم نباشد. مولر ضمن تحقیقات و بررسی‌هایش بران شد تا از ترکیبات کلوردار استفاده کند. وی در نهایت موفق به کشف ماده‌ای با همان ویژگی‌ها گردید که به ددته معروف شد. وی پس از چندی تصمیم گرفت تا ددته را به طریق صنعتی تهیه کند که اولین استفاده عملی از این ماده در جریان جنگ جهانی دوم بود که علیه بیماری تیفوس به کار گرفته شد. پل مولر به مناسبت همین تحقیقات و کشف خود موفق به اخذ جایزه نوبل در طب و فیزیولوژی گردید.